نصب بنر در سراسر تهران علیه مجاهدین توسط اطلاعات سپاه پاسداران برای مددرسانی به قضایای جلادان در دادگاه قیابی برای مجاهدین. واکنش عاجزانه ولی فقیه مستأصل ارتجاع علیه سلسله عملیات و بنرهای کانونهای شورشی. سایت مشرق متعلق به اطلاعات سپاه پاسداران اعلام کرد همزمان با برگزاری جلسات رسیدگی به اتهامات مسئولان مجاهدین، بنرهایی در مورد عملیات آنها در سطح شهر تهران نصب شده است. این واکنش عاجزانه خامنه‌ای در استیصال از سلسله عملیات و بنرهای کانونهای شورشی برای بازارگرمی دادگاه قیابی 104 تن از مجاهدین و یک مدد رسانی مسخره به قضایای جلادان است. اما تا آنجا که به مردم ایران مربوط می شود، کار خامنه‌ای و سپاهش علیه مجاهدین و مقاومت ایران نتیجه معکوس می دهد. سلام و درود به مردم شریف ایران. چند روز پیش تو تلویزیون یه برنامه ای رو دیدم با عنوان دادگاه مجاهدین خلق. بعد یه آقای اومد و یک رزومه ای از آقای مسعود رجوی برای حاضران خوند که خیلی به نظرم جالب اومد. اون آقا گفتش که آقای رجوی از 19 سالگی مبارزه رو شروع کرده. در سال 1350 در دادگاه پهلوی به اعدام محکوم شده. بعد از فعالیت های ایشون گفت که چقدر آخونده و مسئولین حرومزاده رو به درک واصل کرده. حتی با جنگ مسلحانه با سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی داشته و از طرف جمهوری اسلامی و خمینی به اعدام محکوم شده. با توجه به اینکه تعدادی از اعضای خانواده خودش رو در این راه از دست داده، بازم از پا ننشسته و همچنان بیش از 55 ساله که با ظلم و بی‌عدالتی در دوران پهلوی و سلسله آخوندی مبارزه کرده. میخواستم اینو بهتون بگم مردم عزیز، من که این آقا رو دقیق نمیشناسم، ولی اگر واقعا چنین فردی وجود داره و چنین فعالیت های شرافتمندانه و جسورانه ای رو انجام داده،
بدونید این دقیقاً همون رهبریه که ما بهش احتیاج داریم برای سرنگونی آخوندها و رژیم جمهوری اسلامی. خانم و آقای رجبی، درود بر شما.